چند تا تصویر بگیریم. معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ در این نشست خبری تاکید میکند که قانون رسانه‌های همگانی قبلا بررسی شده و فعلا منتظر توشی از سوی رهبری امارت اسلامی میباشند. بنان انتظار میرود تا به زودی این قانون آماده شود تا رسانه‌ها بتوانند بر اساس چارچوب مشخص فعالیت کنند. در رسانه قانون موج نهایی کرد مرکز تمالیجل یا امیرالمومنین تا د توشی ورست به بیا د اجرا وړ وي او موږ به ستاسو په اختیار کې درکړو. تاسو پوهیږئ هلته کاري ازدحام دي، ټول قوانین تر بررسۍ لاندې، نو د ځنډ او د تاخیر لامل یې همدا دی. وقتی قانون ساخته شد در پرتو از قانون که خطوط اساسی را مشخص میکنه که این نظام کدام برنامه اساسی را داره، سایر قوانین در مطابقت با او عیار میشن. در این نشست خبری همچنان آقای مهاجر فرایی بار دیگر تاکید میکند که هیچ ارگان دولتی حق دخالت در کار رسانه ها و خبرنگاران را ندارد، بلکه موضوعات مرتبط با رسانه ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای دنبال شود. هیچ وقت پرته له اطلاعات کلتور وزارت حق نلری چې پر رسنیزو مسائل کې خبریالان ونیسی بازداشتی که البته په هغه مسائلو کې چې هغه استخباراتي مسائل وي یا له رسنیز پوشش څخه د باندې نور مسائل وي. با این حال شماری از خبرنگاران در هرات نیز از دخالت ارگانهای مختلف دولتی در قسمت فعالیت رسانه ها نگران هستند. آنها از حکومت می خواهند تا همواره موضوعات مرتبط به رسانه ها و خبرنگاران از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ دنبال شود. اداره اطلاعات و فرهنگ تمام تسهیلات لازم جهت دسترسی به اطلاعات از تمام مراجع رسمی، نظامی و ملکی خدماتی فراهم میکنه. در تمام زمینان ان شاء الله همکار خوب خواهد بود. بیشتر از فعلا از خبرنگارا حمایت کنه، نگذره پای خبرنگارا به ادارات امنیتی، به هر حال نادای امنیتی بره. مشکلات اگر وجود داره هم در خود ادارات ملکی مثل اداره اطلاعات فرهنگ حل شود. در این نشست خبری همچنان آقای مهاجر فرایی نسبت به توزیع کارت هویت برای خبرنگاران اطمینان داد. او میگوید این کارت ها میتواند خبرنگاران را در قسمت پوشش خبرها و برنامه ها کمک کند تا کسی برای آنها مزاحمت نداشته باشد.